شدن پنج عضو طالبان در نزدیکی ارب در کابل معاون شورای علمای شیعه افغانستان طالبان تا اکنون به مطالبات ما پاسخ نداده است نماینده سابق پارلمان طالبان مرا بیگناه زندانی کردند دوباره افغانستان را ترک خواهم کرد طالبان برای نظارت بر قراردادهای موسسات داخلی و خارجی نماینده تعیین کند. مقام طالبان خواستار اعمال قانون شهروندی هند بر همه اقلیتها صرف نظر از مذهب آنها شد با درود و سلام شما را به سرویس خبری امروز جمعه 25 حود 1402 برابر با 15 مارچ 2024 از خبرگزاری شانان دعوت می کنم مشروح خبرها کشته شدن پنج عضو طالبان در نزدیکی ارد در کابل جبهه مقاومت تایید می کند که نیروهای این جبهه بر یک ایست بازرسی طالبان در نزدیک ارد زیر اداره این گروه در شهر کابل حمله کردند در خبرنامه جبهه مقاومت آمده است که حمله ساعت 7 و 15 دقیقه پنجشنبه شب 24 هود بر ایست بازرسی طالبان در نزدیک هتل سرینای شهر کابل صورت گرفته است با گفته جبهه مقاومت در این حمله پنج جنگجوی طالبان کشته و دو عضو دیگر این گروه زخمی شده اند در همین حال منابع برسانه ها گفته که پس از وقوع این حمله در هتل سرینا هرجمرج و رخ داده است و شماره از مهمانان داخلی و خارجی این هتل را ترک کردند گفتنی است که هتل سرینا در پنجا میتری ارگ زیر اداره طالبان قرار دارد و این اولین حمله نیروهای مخالف طالبان بر این ساحه دیپلماتیک و به شدت امنیتی است جبهه مقاومت ملی چهارشنبه شب نیز مدعی حمله بر دو پاسگاه طالبان در شهر کابل شده است این در حال است که طالبان همواره ادعای تامین امنیت سرتاسری در کشور را ندارند این در حال است که طالبان همواره ادعای تامین امنیت سرتاسری در کشور را دارند <applause> گفت معاون شورای علمای شیعه افغانستان طالبان تا اکنون به مطالبات ما پاسخ نداده است معاون شورای علمای شیعه افغانستان میگوید خواسته ها و مطالبات جامعه تشیع به صورت کتبی و شفاهی و مقام های طالبان رسانیده شده اما بی پاسخ مانده است محمد اکبری ابراز امیدواری کرده که طالبان به مطالبات شورای علمای شیعه افغانستان پاسخ مثبت دهند که جواب مثبت بگیریم به هر صورتش تفاهم مراوده نشست و صحبت ادامه داره آقای اکبری دیروز پنجشنبه 23 هوت به تلویزیون تمدن گفت نشست ها و مراودات با طالبان ادامه خواهد داشت تا مطالبات جامعه شیعه افغانستان دنبال شود حسین آلیمی بلخی سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان نیز تاکید کرده است که مطالبات شیعیان بارها به طالبان رسانیده شده اما هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است آلیمی با بیان این که گفتگوها برای تحقق مطالبات شیعیان همچنان ادامه دارد گفت امیدواریم شاهد روز باشیم که خواسته های جامعه تشیع به صورت کامل تحقق یابد رسمیت یافتن مذهب جعفری در نظام طالبان تدریس فقه جعفری در دانشگاه ها و مکاتب برای دانشجویان و دانش آموزان اهل تشیع و مشارکت منادار شیعیان در دستگاه های حکومتی از خواسته های اساسی شورای علمای شیعه از طالبان است محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بیشتر درخواست شورای علمای شیعه از طالبان برای رسمیت مذهب شیعه را به سیب خواستن از بی تشبیه کرده بود آقای محقق گفت طالبان به جز مذهب هنفی و گروه خود هیچ کس دیگری را قبول ندارد نماینده سابق پارلمان طالبان مرا بی گناه زندانی کردند دوباره افغانستان را ترک خواهم کرد شاهپور حسین زی نماینده سابق پارلمان افغانستان میگوید طالبان او را بی گناه زندانی آزار و اذیت و توهین و تحقیر کرده اند و میگوید که نمیتواند چنین رفتاری را تحمل کند و ممکن است دوباره افغانستان را ترک کند این نماینده سابق پارلمان افغانستان با ورود طالبان به کابل در اسد 1400 به پاکستان رفت او سپس به افغانستان تحت کنترل طالبان برگشت و اکنون از این بازگشت ابراز پشیمانی می کند آقای حسن زی از شهرهای جنجالی پارلمان سابق بود او از کارکرد حکومت سابق افغانستان نیز انتقاد میکرد هنوز طالبان درباره ویدیوی اعتراضی که اخیرا از سوی شاهپور حسن منتشر شده واکنش نشان ندادهاند با این حال طالبان در بیش از دو نیم سال گذشته اعضای پارلمان سابق افغانستان را بازداشت و املاک آنها را تحت تملک

طالبان برای نظارت بر قراردادهای موسسات داخلی و خارجی نماینده تعیین میکنند وزارت اقتصاد طالبان دستور به حضور ناظر این وزارت بر روند قراردادهای لوجستیکی و ساختمانی موسسات داخلی و خارجی داده است طالبان در یک مکتوب نوشتهاند برخی از موسسات غیر دولتی به دستور این گروه عمل نکرده و روند تدارکاتی خود را به گونه خودسرانه پیش میبرند در این مکتوب تاکید شده است که مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی مکلف اند که هنگام انجام مراحل تدارکاتی خود نماینده وزارت اقتصاد طالبان را به عنوان ناظر دعوت کند. این سند در روز 21 اوت صادر و از سوی مالی و اداری وزارت اقتصاد طالبان امضا شده است مقام طالبان خواستار اعمال قانون شهروندی هند بر همه اقلیتها صرف نظر از مذهب آنها شد سهن شوهین رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر به اجرای قانون شهروندی جنجال برانگیز هند واکنش نشان داد آقای شوهین بر رسانه هندی وایر گفت که قانون جدید هند باید بر همه اقلیتها در معرض آزار و اذیت صرف نظر از مذهب آنها اعمال شود هند اخیرا اعلام کرده است که قانون شهروندی پذیرش مهاجرت اقلیت های مذهبی در معرض آزار و اذیت از کشورهای افغانستان بنگلادش و پاکستان را اجرا میکند. قانونی که مسلمانان در استثنا قرار داده شده اند این قانون که ضد مسلمانان خوانده شده است در سال 2019 به تصویب رسید و اعتراضات گسترده را در هند در پی داشت حالا هند در آستانه انتخابات سراسری اعلام کرده است که آن را به اجرا خواهد گذاشت و خواسته است درخواستهای خود را به طور آنلاین کن. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در اظهاراتی که نخستین واکنش این گروه به قانون جنجالی هند است با وایر گفت این قانون باید بر همه مسلمانان هندوها و ها اعمال شود پس از واگذاری قدرت به طالبان هند بیش از 300 شهروند هندو و سیک افغانستان را به این کشور منتقل کرد با این حال طبق گزارش رسانه هندی وایر بسیاری از آنها از هند به کشورهای غرب مهاجرت کردند. با این حال آقای شوهین گفت که اندوها و سیک ها در افغانستان با هیچ کنه آزار و اذیت روبرو نیستند. در اجرای رسوم مذهبی خود آزادند و حقوق برابر با سایر شهروندان دارند. او ابراز امیدواری کرد که در هند نیز رفتار بر مبنای برابری با مسلمانان صورت گیرد و این گروه مذهبی در معرض آزار و اذیت قرار نگیرد. گفتنی است که طالبان با لغو قانون اساسی افغان مذهب جعفری دومین مذهب افغانستان را از رسمیت انداخته و تدریس آن را در دانشگاه ها ممنوع اعلام کردند با سپاس از همراهی شما با سبسکرایب این کانال ما در اطلاع رسانی دقیق و سریع از تحولات و رخدادهای افغانستان حمایت کنید وقت و خیر خدا نید.